در نخستین بخشی که میخوایم به سراغ کارشناسان محترم بریم، بخش فوتبال رو میدونید که داربی 79 تهران با برتری 2-1 پرسپولیس خاتمه پیدا کرد. حرف و حدیث ها حواشی که قبل و بعد از این بازی بود، در نهایت این اتفاق افتاد که سرخپوشان پایتخت موفق شدن که بازی باخته 1-0 رو با برتری 2-1 تمام بکنن و الان امیدهاشون برای رسیدن به نقاط بالای جدول بسیار زیاده. در نیم فصل دوم استقلال که در نیمه اول هم 1-0 بردن، اما در نیمه دوم دارایی شد دست و بازی رو باخت. بریم به حضور دو تا کارشناس محترم در تهران، امیرحسین اصلانی مهاجم اسبق پرسپولیس و در آلمان کوروش بازیار. قبول زحمت که ما در خدمتشون هستیم. آقای اصلانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید که دربی 79 پایتخت رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ تیم پرسپولیس که در نیمه اول بازی رو باخت، اما نیمه مربیان و حمید درخشان بود و در نهایت هم رکورد شکست ناپذیرش مقابل استقلال رو پایدار گذاشت بمونه. من عرض سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز، جناب آقای بازیار محترم. خدمتتون عرض کنم که خب یه ضرور مسئله هست که همیشه میگه از برنده نمیپرسن چگونه و چطور. در هر صورت پرسپولیس در شرایطی رفت به مسافه استقلالی که به هر حال توی قلم و کاغذ همه فکر میکردن که استقلال میتونه از پس پرسپولیس بر بیاد، چون به هر حال پرسپولیس توی شرایطی بود که از نبود بازیکن رنج میبرد و در کل این تیم به صورت کامل بسته نشده بود، حالا تحت هر شرایطی. برای همین اگر نگاه بکنیم به بازی، حمید درخشان به نظر من اومده بود برای تک امتیاز با یه سیستم 4-5-1 اومده بود توی زمین. تک فورواردی که گذاشته بود خودش فوروارد نوک نبود، در بازی‌های قبلی به عنوان سایه بازی می‌کرد یا به صورت هافبک راست بازی می‌کرد. کلاً بال چپ کلاسیک و آقای درخشان از بازی اصلا خارج کرده بود، یعنی فقط دل به قسمت راست زمینش بسته بود که از سرعت آلیشا استفاده کنه، کما اینکه تونس به هر حال. البته اینو بس قبل اینکه اون حرفم رو کاخام کامل بکنم، باید بگم که گلی که استقلال زد باعث شد که به هر حال دیگه معمولا توی این بازی ها وقتی گل اول رد و بدل میشه دیگه شرایط بازی از اون حالت تاکتیکی صرف خارج میشه و یه مقدار رو به بازی احساسی میارن. به هر حال بازی نیمه دوم از زمانی شروع شد به نظر من که دقیقه 60 آقای طارمی رو آورد تو زمین، تونستن از موقعیتایی که بیاد استفاده کنن. یکی از مشکلاتی هم که توی گل خوردن استقلال مشاهده شد، اگه دقت کرده باشید، فقط بازیکن‌های بلندقد رو یارگیری کردن. بازیکن 160 سانتی اومد بدون یارگیر توپ رو وارد دروازه کرد و به هر حال 3 امتیاز با ارزش رو گرفت که فکر می‌کنم بهترین کسی که از این برد سود برد خود آقای درخشان بود، چون من هم از لحاظ من فکر می‌کنم همین روز الان بیمه شد دیگه مربی از نظر اعتباری خودش رو تونست تو قلب پرسپولیس یه مقدار جا کنه. حالا باز من در خدمت شما هستم. همین روز من فکر می‌کنم با این برد یه همه درخشان خودش رو بیمه کرد در پرسپولیس، درسته؟ ببینید از این بازی‌ها به هر حال زیاد بوده، اینجوری نیستش که فکر می‌کنید بیمه کامل، ولی خب انقدر فشار روش بود من فکر می‌کنم اون فشاره کمتر شد. یکی فشار روی آقای درخشان کم شد، یکم تبریک باید بگیم به کل ساختار فوتبال. به هر حال ما خودمون هم هست دیگه، توی خیابون توی جای عمومی از ما سوال میشه که بهتون دستور میدن از ارگانی از جایی، اصلا به هیچ عنوان اینجوری نبوده. من 8 از این دربی‌ها رو حضور داشتم، 4 تاشو بازی کردم، هیچ وقت از هیچ جایی به رأس امور فنی تیم نمیگن که شما بیاید مساوی بکنی. فقط مربی‌ها هستن که به خاطر ترس از باخت توی این بازی بزرگ میان تیمشون رو دفاعی می‌بندن و میگن اول گل نخوریم. من قشنگ یادم این جمله‌ای که الان دارم بهتون میگم انگار که 14 سال پیش 13 سال پیش تو پرسپولیس علی پروین میگفت ما اول گل نخوریم بعد شرایطی برای گل زدن. الان هم همین داستان. الان شما نگاه کنید، درست آقای درخشان اومد با هیچی به قول معروف، شاید یکی از کم بازیکن ترین تیمای تاریخ پرسپولیس اومد تونست این داربی رو ببره و شاید تا سالها هم اسمش باقی بمونه، بگن یه روزی با یه تیم مثلا کم مهره تونست امتیاز بازی رو بگیره، بازی مهم. برای همینه که به قول معروف این بازی خیلی مهمه. حالا بازم من در خدمت شما هستم. خدمتتون آقای بازیار. امیرحسین اصلانیان تو صحبتاش اعلام کردش که حمید درخشان نیمه مربیان رو برد و واقعا میگفتم خب پرسپولیس که رو کاغذم همه میگفت هیچ شانسی براش قائل نبودن، مثلا تو 30 دقیقه پایانی دیگه هرچی داشت رو که بازی رو برد.
توی صحبت های قبلی هم که با شما داشتیم تو برنامه قبل اعلام میکرد که خط دفاع استقلال اون صلابت همیشگی رو نداره، در میانه میدان هم بدون کرار واقعا دیگه بازیسازی نداشتن. عذابی شما از بازی استقلال و خصوصا نیمه دومی که امیر قلعه‌نویی بازی رو باخت. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزمون و همچنین آقای اصلانیان. آقای خسروجردی، ما اگر به ترکیب تیم استقلال و تعداد ملی پوشان این تیم در بازی های اخیر تیم ملی دقت کنیم، میبینیم که ساختار اصلی تیم ملی فوتبال ما بر اساس بازیکنان استقلال شکل گرفته و چرا تیم ملی ما با بازیکنان استقلال میاد یک سازمان دفاعی رو از خودش نشون میده که به عنوان یکی از بهترین تیم‌ها از لحاظ دریافت گل میاد و خودش رو در فوتبال مقدماتی جام جهانی در گروه‌های مختلف آسیا و دنیا مطرح میکنه، میره در جام جهانی با اون ساختار دفاعیش میاد و بیش از 90 دقیقه مقابل آرژانتین بازی رو کنترل میکنه، اما در بازی باشگاهی همین بازیکنان میان و دو گل شبیه به هم، یکی از چپ سانت شد و یکی از راست، و در مرکز دفاع با ضربات اولی که اجازه دادن زده بشه دو گل به ثمر رسید. آیا واقعا مشکل از بازیکنان هست یا تاکتیک تیمی استقلال؟ صحبت های آقای امیر اصلانیان رو من تایید میکنم. قبل از بازی من یک مطلب در ایران وایر نوشتم و اشاره کردم به ترس بازی مربیان از باخت و حتی اشاره کردم به بازی 3-0 خرداد ماه 65 که آقای عباس رضوی مربی استقلال بود. آقای رضوی تیم استقلال رو چنان تا دقایق آخر هدایت کرد که چهره یک تیم بازنده نداشت. در اون تیم مجید نامجو مطلق رو ما داشتیم با 19 سال سن. در کدوم یک از این دو تیمی که الان آخرین دربی تهران رو بازی کردن ما اومدیم و یک جوان رو به بازی فرستادیم؟ بنابراین تا روزی که مربیان ما دنبال حفظ رکوردهای خودشون باشن، به چشم و به دل تماشاگران فوتبال احترام نذارن، یادمون نرفته استقلال و پرسپولیس سالهای پیش فوتبال رو برای چشم مدل طرفدارانشون روی زمین ناهموار آزادی نقاشی میکشیدن. آقای خسروجردی، چه در بازیکنان با تکنیک استقلال مجید نامجو مطلق و دیگر عزیزان و چه در پرسپولیس بخوایم نام ببریم محسن عاشوری، اینا کسایی بودن که میمدن برای چشم و دل طرفدارانشون تماشاگران فوتبال بازی میکردن و محبوب طرفدارای دو تیم بودن، اما متاسفانه الان همگان دنبال ثبت رکورد هستن. در مورد نیمه دوم یا نیمه مربیان من اعتقاد ندارم آقای خسروجردی، اجازه میخوام با شما مخالف باشم. چرا؟ اینکه اگر پرسپولیس گل رو دریافت نمی کرد، مطمئن باشید ارنج پرسپولیس تغییر نمی کرد، همچنان که آقای قلعه‌نویی اشاره کرد من تغییر ندادم، چرا که تیمم داشت خوب بازی می کرد. بنابراین تیمی که گل دریافت کرده تحت فشار تماشاگر و ترس مربی از مصاحبه‌های بعد بازی دست به کارایی میزنن که اتفاقات بازی باعث شد که پرسپولیس به گل برسه. این بازی رو ما در یک شکل بزرگتری رو در زمان آقای مصطفی دنیزلی دیدیم. تیم پرسپولیس وقتی که باخت احساسی بازی کرد، توپا رو روی دروازه پرسپولیس ریختن و یک تعویضی بود که خود دنیزی اون بازیکن رو اصلا نمیخواست و استقلالی هم گفتن که ما نمیدونستیم چطور باید این رو مهار کنیم، که اینم از صحبت‌های واقعا نابی بود که بازیکنان اون روز استقلال به زبون آوردن. بسیار ممنونم آقای اصلانی. خب الان نیم فصل اول تموم شده، در صدر جدول خب تراکتورساز قهرمان نیم فصل شده، همینجوری که میایم پایین تیم نفتی که با علی مسروان خیلی خوب کار کرده، سپاهان و فولادی که واقعا با قهرمانیش همه بازیکناش ازش گرفتن به خاطر مسائل خدمت و از اینجور اتفاقات دیگه. پرسپولیس و استقلال هم الان شونه به شونه دارن میرن جلو. پرسپولیس در نیم فصل دوم شما چطور ارزیابی میکنید؟ این بالاخره این تیم باید بازسازی کنه خودش، بازیکن بگیره برای لیگ قهرمانان، همینطور پرسپولیس باید چه بکنه که در نیم فصل دوم بتونه موفق باشه؟ ببینید خدا رو شکر الان دیگه از مسئله جدایی آقای دایی و درگیری های آقای مالیکوان و اینا تیم پرسپولیس اومده بیرون و به هر حال با این بردی هم که آورده و تثبیت کرد خودش رو یه مقدار توی جدول، حالا در میانه جدول
اولین اتفاقی که افتاد آقای سیاسی به عنوان مدیر عامل انتخاب شد. به هر حال مدیر عامل کسیه که الان پول داره دیگه، درسته. و کسی که پول داره میتونه الان بازیکن بخره. الان فقط باید بهترین خرید رو انجام بدن چون پول دارن، ولی درسته. مهم اینه که بهترین خرید رو انجام بدن. یعنی واقعا به نظر من حداقل ما یه بازیکن تو اون وسط زمین لازم داریم، واسه که حداقل یک در مقابل یک رو به راحتی بتونه رد بشه، بتونه خلاقیت داشته باشه، که کما اینکه ما الان یه همچین چیزی توی زمین نمیبینیم. شما اگر بازی رو دقت کرده باشین، هافبک های پرسپولیس تقریبا میشه گفت همشون هافبک دفاعی هستن، درست. که دقیقا نقش نکونام رو مثلا بازی میکنن، پاسای رو به عرض، پاس رو به عقب. خب این الان باید الان از این پوست فوتبال ما بیاد بیرون اگه بخوایم به هر حال رو به جلو حرکت بکنیم. الان باید یه هافبک نفوذی بگیرن که به هر حال یه پلی میکری باشه که خلاق باشه و بتونه از نظر بدنی تو شرایطی باشه بتونه یک در مقابل یک کارو رد بشه. یکی هم که تو خط حمله فکر کنم بازیکن سرزنی رو در حال حاضر کم داره. حالا این چیزاییه که من به هر حال به نظرم میاد، حالا کادر فنی که ماشاءالله خودشون به هر حال استاد هستن و به هر حال فکر کنم 4 5 تا بازیکن اگه بتونن جا داشته باشن بگیرن، بتونن تو کورس قرار بگیرن، چون خب به هر حال توقع بالاست دیگه. امیر حسین یه سوال کوتاه خواستم ازت بکنم. اومدن جعفر کاشتنی پیشکسوت پرسپولیس در رأس هیئت مدیره و حسین کلانی چقدر میتونه به پرسپولیس کمک کنه؟ بالاخره اونا بار فنی و هیئت مدیره میبرن بالا. همین بحثی که شما مطرح کردین، نبود بازیکن خلاق، با حضور این دو نفر در هیئت مدیره چقدر میتونه پرسپولیس موفق تر باشه؟ ببینید الان اصلا هر تیمی به هر حال پیشکسوتایی که از یه شأن شخصیت بالایی برخوردار هستن شکل میگیره و اون نشونی که الان ما میبینیم اینه که یه بازیکنهای قدیمی بزرگ تحصیل کرده خیلی مهمه. به هر حال مهندس کلانی، جناب آقای جعفر کاشانی، خود آقای حسین عبدی، اینا همه تحصیل کرده هستن. خود آقای درخشان آدم با شخصیتی هستش. الان من فکر میکنم که به هر حال دیگه باید یه مقدار آقای درخشان جسارت بیشتری به خرج بده و به هر حال پرسپولیس و استقلال جایی نیستش که خیلی بخوای محجوب باشی، چون اگه اینجوری باشه نمیتونی موفق بشی. درسته. آقای بازیه، خب آقای اصلانه پرسپولیس اشاره که من از شما خواستم بپرسم، نیم فصل اول استقلال اونطوری که باید و شاید به زعم هواداراش و اکثر کارشناسا نتونست موفق باشه. خیلی اعلام میکنن که این عصر حضور آقای قلعه‌نویی در استقلال یواش یواش داره تموم میشه. اگر این استقلال بخواد مدعی بشه با تیم‌های بالای جدول، هم در نیم فصل اول اکثر بازی رو در رو باخته، اگه این تیم بخواد مدعی بشه چه باید بکنه در نیم فصل دوم؟ من اعتقادی به جذب یک بازیکن ندارم. ما الان بیایم و بهترین بازیساز یا اصطلاحاً پلی میکر دنیا رو بیاریم و بهترین پاسا رو به بازیکنان ما بده. ما وقتی که در دریافت ها مشکل داریم، بازیکن ما وقتی که میاد توپ رو دریافت کنه، استوب کنه، توپ 2 متر اونورتر به حریفش میرسه، بنابراین ما مشکلات زیادی داریم. بازی دیشب آرسنال دورتموند رو در نظر بگیریم. تیم دورتموند میاد 2-0 به آرسنال میبازه، اما به قدری زیبا بازی کرد که نیم ساعت بعد از اتمام بازی دورتموندیا در کنار تماشاگرانشون ایستادن و با هم دیگه این بازی زیبا رو جشن گرفتن. در 15 دقیقه اول بازی آرسنال دورتموند، آرسنال 62 پاس و دورتموند 45 پاس به هم دیگه دادن. ما بیایم 15 دقیقه ابتدایی بازی آرسنال دورتموند رو با آنالیزی که دانشجویان دانشگاه شریف برای برنامه 90 در کل بازی پرسپولیس استقلال انجام داده بودن رو مقایسه کنیم. بنابراین ما ضعف ساختاری داره فوتبال ما. ما تا روزی که مربیان ما دنبال نتیجه گرایی هستن، تا روزی که دنبال ثبت رکورد هستن، به جوانان میدان نمیدن. اولین بازی کریم باقری یادمون نرفته، آقای خسوجلی 15 سالش بود، واسیلی گوجا رو در ترکیب تراکتور سازی به میدان فرستاد. محسن گروسی رو یادمون نرفته، قهرمانی جوانان باشگاه آسیا رو بازی میکرد و همزمان میومد برای بزرگسالان استقلال به میدان میرفت. بازیکنی که بیاد در کنار بزرگان و در مقابل بزرگترهای فوتبال ایران بازی بکنه، به مرور زمان میاد و با تجربه میشه.
پیشکسوتان پرسپولیس نور چشم همه ما هستن، دوستشون داریم. اما وقتی که محسن بنگر وارد پرسپولیس شد، آقای محسن مرتضی فنونی زاده ببخشید گفتن که در سن محسن بنگر من از فوتبال خداحافظی کردم. امسال چند تا جوان به این تیم اضافه شدن. همین آقا برگشت گفتش که پرسپولیس جای جوانگرایی و کسب تجربه نیست. سوال من اینجاست، مگر دورتموند جای جوانگرایی است که میاد نوری شاهین رو با 16 سال سن به عنوان جوانترین بازیکن طول تاریخ بوندسلیگا به میدان میفرسته؟ اینی که باعثی ما چشما رو بشوریم، واقعا یه جوری دیگه به فوتبال نگاه کنیم، منیت ها رو کنار بذاریم. یه نکته هم که شما اشاره کردین در مورد افول ستاره آقای قلعه‌نویی در فوتبال ایران، من این رو با احترام به نظر شما و با توجه به کارکرد آقای قلعه‌نویی اجازه میخوام بازم مخالف باشم، چرا که آقای قلعه‌نویی از استقلال بنابر 1001 دلیل ممکنه کنار گذاشته بشه که هیچ جایی تعجبی نداره، ولی آقای قلعه‌نویی بدون تیم میمونه؟ آیا آقای قلعه‌نویی میاد میره و کلاس‌های پیشرفته تری رو نسبت به قبل میگیره؟ صحبت‌های بازیکنان رو، کادر فنی استقلال رو در رختکن من امروز در سایت خبر آنلاین خوندم، گفتن که بازیکنان گفتن شیوه تمرین رو باید عوض کنیم، دستیاران و خود آقای قلعه‌نویی گفتن ما با همین شیوه تمرینی در سپاهان، استقلال و تراکتورسازی سالهای پیش موفق بودیم. بنابراین اصرار بر تکرار تمرینات گذشته کار دست آقای قلعه‌نویی داده. امیدوارم در نیم فصل دوم یک نگاه دیگه‌ای به روند کاریشون داشته باشن که ما در مجموع فوتبالمون از وجود این مربی و تیم‌های تحت هدایتش لذت ببره. نکته پایانی هم که میخوام کوتاه اشاره کنم این که چرخه مربیان ما ثابت از آقای خسروجردی. الان چرا کسی نامی از ستارگان دهه 60 نمیبره؟ قبول دارم هیچ همه قرارم نیست هر بازیکن بزرگی بیاد و مربی بزرگی بشه، اما سوال من اینجاست، چرا نباید به این چرخه مربیان یک کسی مثل نامجو مطلق اضافه بشه؟ چرا صمد مرفاوی که تیم داره از سبای قم باید سیبره خدافزی بکنه و 24 ساعت بعد بیاد پیکان تهران رو بگیره؟ مطمئن باشید آقای منصور ابراهیم‌زاده از پیکان میره تیم دیگه در یکی از شهرهای دیگه ایران. بنابراین این چرخه مربیان ثابت هست و ما فرقی برامون نمی کنه امیر قلعه‌نویی در استقلال باشه، تراکتورسازی یا سپاهان. بسیار ممنونم از آقای بازیار و امیر حسین اصلانیان که بحث خوبی هم درباره فوتبال شد. حتما در هفته بعد به سراغ هر دو کارشناس محترم خواهیم رفت. آقای اصلانی از صحبت نمون نما شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم، تشکر از شما. آقای بازیار صحبت نمون نما شما خداحافظی میکنم. روز همگی بخیر.